اگه جز فرار از زندگی چه چاره‌ای داشت این مرد هنگامی که دروازه تمام امیدها به رویش بسته می‌شد؟ جز فرار از زندگی چه چاره‌ای داشت این مرد هنگامی که می‌دانست با کشتن یک بیگناه به سوی چوبه دار خواهد رفت جز فرار از زندگی چه چاره‌ای داشت این مرد هنگامی که در هیچ گوشه و در هیچ نقطه‌ای مأمن و پناهگاهی نمی‌یافت و آشنایی نداشت اون یه وقت برای خودش کیاوپیایی داشت پولش از پارون بالا می‌رفت اسم مهندس کیوان مثل چک تضمین شده خرج می‌شد برای چی اومدی اینجا؟ چی گفتی؟ مگه نمیبینی اینجا یه مؤسسه آبرومنده همینطور سرت انداختی پایین اومدی تو؟ خیال میکنم منو نشناختی چرا حضرت عالی رو شناختم آقای مهندس کیوان هنگامی که درخششی داشت و در اوج فعالیت و شهرت بود در قلب همگان جایش بود و تحسین و ستایش همگان نثارش میشد هنگامی که از اعتبار و ثروت بهره‌ای داشت در هر محفلی به استقبالش می‌شتافتند و به افتخارش جام‌های می می‌نوشیدند لیک شیطان در جسم یک زن با لبخندی پر از تحذیر به سراغش آمد و در رقص مرگ همه چیز او را گرفت می‌دونین که من شریک مهندس کیوان هستم مدت هاست که ما با هم کار می‌کنیم ولی الان یه مرتبه به این فکر افتادم که شرکت ما باش به هم بزنیم بندازینش بیرون فرار از زندگی او با چهره حقیقی زندگی آشنا شد در فرار از زندگی او طعم شیرین عشق را چشید و با هیجان و حسادت و فداکاری آشنا گردید من تو رو دوست دارم نمیخوام ازت جدا بشم منم نمیخوام ولی بالاخره یه روز این اتفاق میاد حال تو اون روز فعلا حرفشم نمیخوام بزنی بیا منو بغلم کن امروز نمیخوام از جدایی حرف بزنی عاشق شدم پرها نکنم من پاشا نکنم من قربونه نگردم الهی الهی دوست تو هرچی که هستی در دلم نشستی گاهی یه نگاهی 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 دوست زندگی یک فیلم از بازی‌های عجیب سرنوشت با هنرنمایی دوتیمار لیلی مرتضی احمدی سیمین علیزاده مرسی شهناز و سرکوب خیال میکنی رو اسکناس نوشته از کجا آمده؟ گوش کن تو اون گاف صندوق بیشتر از 500 هزار تومان جواهر خریده شما طبق قانون بازداشت هستید فرار از زندگی یک فیلم جدید یک داستان نو و خارق‌العاده آمیخته‌ای از ماجراهای دلهوراور و پرالتهاب با ماجراهای عشق و خنده و هیجان فرار از زندگی فیلم گرم و مهیج دیگری از کارگردان مشهور سینما رضا صفائی فرار از زندگی فیلم بردار رضا انجمروز محصول سیرا فیلم به لحظه دقایق یک ماجراست برای ثبت در خاطره ها به عنوان یک متفاوت دیگر در سینمای ما نفس تو بگیرم ولی میبینم نمیارزه واسه خاطر تو یه عمرم تو زندون بپرسم حالا هم حرف آخرمه اگه یه دفعه دیگه پاپه منو اون بشی قید همه چی رو میزنم و میفرستمت اون دنیا مقرر است تا جان انسانی را بگیرم مقرر است تا ثروتی کلان را به تاراج برم مقرر است تا یکی از شگفت‌انگیزترین ماجراها از فکر به عملی آید و
مقرر است تا در صبحگاه بر گور یک کشته پیروزمندانه به بری چه شد که در آن صبح دم همه چیز سوخت و خاکستر گردید. صبح خاکستر. نمیخواستم احمد، من یه مرد میخوام، یه شوهر، ولی تو دروغ میگی، دروغ میگی. ول کن دیگه. مرد بارها طعم زندان و بند را چشیده بود و حراس از عاقبت شوم کار نداشت و در آن شب مصمم و با اراده قدم در حادثه نهاد و پیش رفت تا صبح خاکستر. خدا رحمتش کنه، کیت بود بابام، فقط اون واسم مونده بود. مرگ حقه، دیر و زود همه میمیرن، اما اون به ناحق کشته شد و تمام هدف او از خلق این همه ماجرا فرونشاندن آتش انتقام. گیرت میندازن احمد، دست بردار. نمیتونم، باز تمومش کنم. من جلوتو میگیرم. منظورت چیه؟ اگه مجبورم کنی لوت میدم. صبح خاکستر، تیری خفته در خشاب مرگ آفرید و یک قهرمان متولد گردید. در صبح خاکستر این دو در اوج دوستی چون درندگان خوناشام یک عداوت دیرینه را به اوجی وحشت زارسندند. بهایی برباد رفته؟ نمیشه دیگه، هیچی باورم نمیشه. اینه بار دیگه بهش فرصت بدید. اون خونه دیگه جای من نیست. ولی اون خونه بدون شما صفایی نداره. دو چهره مشهور و نام‌آور سینما، رضا بیک امام‌بردی و تقی مختار. همونی که هر چی داشته توی بغض کینه در جناب لطفی، کیومرث ملک مطیعی، مهدوی فر و جلال. در صبح خاکستر زن بازیچه‌ای، دستاویزی برای کشف یک راز، برای انجام یک هدف. صبح خاکستر، نویسنده و کارگردان تقی مختار، با تصاویر نصرالله کنی، محصول چشمگیر و بی‌نظیر سازمان سینمایی پناسیت. صبح خاکستر. بله، صمد آقای ما رو از صحنه انداختن بیرون. خب، البته کسی به فکرش نمیرسید که یه روزی هم صمد آرتیست میشود. نمیتونه مثل ما آرتیست بشه. تعلیماتی که ما اینجا میدیم باید در خارج تمرین کنید. لوندی به راست، لوندی به چپ، لوندی به راست، لوندی به چپ. بدین ترتیب هنر به آبادی ما راه یافت. چاقو دست راست، دستمال دست چپ، ابرو چپ بالا، را بیا بریم. یک و دو و سه، یک و دو و سه، یک و دو و سه. شنفتم؟ لشکر سیایات تو رو آرتیست ها میسن. بله شو بریم. آرتیست سیاهی، لشکر سیاهی، آرتیست میاد سر وقت تو خواهی. پرویز صیاد و تمام برامچه های فیلم صمد به مدرسه میرمد در فیلمی سراسر بخور بخور ون بزن و با معرفی چهره جدید توتی سلیمی در نقش خودش، یعنی چهره جدید. خانم چهره جدید، پیام شما چیه؟ من یه ستاره بی رقیبم. من تمام ستارگان سینما رو به مسابقه سیکس دعوت میکنم. من همه رو شکست میدم. سیکس من جهانیه. باشه جانم، اولا بکنم ببینم. ما قبول نیست، ما قبول نیست. دوباره میگم این خانمه اینجوری کرد، ما یادم رفت گردنم رو لغلقو بکنم. اینجوری اینجوری بی جلو.
مستم کردن، گولم زدن، شرق عرابم دادن، مستم کردن، قرضمو بالا بردن. پرویز صیاد در فیلمی از پرویز صیاد بار دیگر نقش تازه‌ای از پرسنوی شیرین و محبوب صمد را ارائه میدهد. صمد آرتیست میشود. تکسها را سه کسی بگیرید، همش را هم از عین الله جان من بگیرید، چون خیلی زن پسنده. سر بالا. کجی نکن، کجی کلا کنی یارم، خوشگلم و خوشگلم، الله نگارم، گیزونه گو کمنده والا، چینو چینو بلنده والا. خودمونه؟ نه بابا، استعداد داره، آینده داره. جایی که خرم بره خودمو میرم. هر که دارد امانتی موجود به سفارت بگیره سیم نما بود. نه سفارت، اگر در حال قش و ریس رفتن و زیر و رو شدن در سالن بشود مفقود، بنده با صمد آقا و دوستتون مسئول آن نخواهیم بود. حمله، حمله به خورشت قیمه، حمله به هلیکوپت تبریزی. تاریکی، سکوت، مرد جاده، جادهی پرپیچ و خم و صعب العبور در دل کوهستان. اگر راه درست پیش شود و اگر مانعی در بین نباشد، مقصد روشنایی است. در طلوع آفتاب هدف معلوم و مشخص است، اگر جاده به موقع طی شود. یاهی شب و سکوت دشت و کوهستان به مرد فرصت داد تا به گذشته ها بیندیشد. چه خیال پربر و شورانگیز خاطره اولین روز آشنایی، چه شیرین خاطره اولین عشق و آن شب که عشق با لذت تن در آمد. و سپس آن روز، آن روشنی شروعی که نفرت را به او شناساند. به رسوایی کشیدند آن عشق شورانگیز را، به نابودی کشیدند آن لذت بی‌پایان را و آنگاه کشتند. در گذشته ها سیر می کرد و در جاده به سوی آینده پیش می رفت. مقصد روشنایی است. در طلوع آفتاب هدف معلوم و مشخص است، اگر جاده به موقع و درست طی شود. ولی هرگز چنین نشد. جاده وقایع تکرار شد. مردمان نیز گذشته را به یاد آوردند و مصمم به پایان دادن هر حادثه بودند پیش از آن که همچون گذشته آغاز گردند. در دل تاریکی شب همه مشکلات سر برآوردند. گروهی در فکر نابودی و مرد در جاده در اندیشه نجات یک زن. چون پرده سیاه بر هدف و مقصود این مردمان فرو افتاد و هرچه ماجرا در جاده خشونت و تعصب به پیش می رفت، التهاب و هیجان به اوجی اعجاب‌آور و حیرت انگیز نزدیکتر می شد. این ظلمت خون می طلبید.
مرگ می‌طلبی. بعد در طلیعه صبحگاهی نگاه ملتمس این مرد سکون خورشید را می‌طلبی. چرا خورشید سوزان برای او سمبل تبایی بود؟ کیست این مرد؟ مکنون در بوته ی آزمایش زندگی چندی شهی در سر دارد؟ همایون بهادران، هنرمند دو اثر موفق کلبه ای انسود روزخانه و فتنه ی چهنه‌پوش مکنون در جاده سبکی جدید بحثی نو در فیلمی نه چون فیلم های دیگر فیلمی از شهباز زوریاسته جاده با هنرنمایی ارغوان اردشیر پهلوان علی شکان محمد کریمی مهری آثار و آرش داستانی از تلاش و مبارزه مرد و غروب یک آرزو افول یک زندگی people.
نشد داداشی، نوبت زندگی بی درد سر، دست چک تو جیب گذاشتن، تو اتول شخصی سوار شدن، امارت ده طبقه داشتن، کیف کردن و آدم شدن. آدم شدن به اینا؟ آره آره والا درد سر اینه که هیچکی به حق خودش قانع نیست. تو حسرت زندگی اونا رو میخوری، اونا هم حسرت زندگی بالاتراشون. به اشتهاشونو برم. هی آخه جلو هرس بشر رو نمیشه گرفت. آه خدا پدرت بیامرزه، بپرت خودت چی کم داری؟ من؟ چی کم دارم؟ دادشی لیوا آوردی؟ ببینم آقای خودم لیوا دوتان دیل خود کن. دادشی یه سیخ گلوه بر من بزن. دهتا واسه آوزه نشو سلام آقا رضا جون، امشب حواس جیگر کرد. الان وسط میدارم قربون محبت تو. اخی میشنسی؟ نه بهش از پاپ کنک میگن. آره میگن حالش خوش. آره بیچه داشتی یه سیخ دل واسه من بذار. هشت دل واسه من بذار. پیش نه تا واسه من بذار. زهت رو باسه هم بیست و ازا با کنک بی بی به ترک چشم از اون دو دقلک بی آلوه مری کلا باسه کنک بیست هم دل خود کن چش سی بیست رو بفتی می دارم آوازا عزیز خواب بیست و هشت ازا خواب بیست و هشت هم دل خود کن جیگار سو حواست کجاست؟ دنبال آتان شخصی. آقای خودم آقا رضا جونم برو دست آقا جون اینم یه دینه شما داداشی اینم درش باز کن اونم به چشم بفرم آقا جون. آقا رضا جون جگره تازه ره بابا هر گربونو اون دسته بکش این لا بفرم خانه من کت بده همون سبزی کنی بله سبزی زیب گل داره بله درد دل داره بله امون سبزی فروش بله دل ماردی داداشی بارمون تموم شده. آها داداشی بارمون چره آمدم. داداشی بیا بگیم بابا اومدم قربونت برم اومدم. برای این دوتا رو بکن الان دو تا سیخ جیگر برمم در اون یکی هم چشم سیخی چنده؟ گرون نیست. آخه میخوام ببینم پولم میرسه یا نه. میرسه. چند تا دارم؟ یه دونه. اینم نیم دوجین که شیشته باشه. مگه گوش سنگینه؟ میگم یه دونه بابا جون. چرا دعوا میکنی؟ شنفتم گفتی شیشتا. حالا کفر منو در میاره. کفر در نیاره. داشی داشی دلو چی شو؟ حالا ما اینجا کمتر از نیم دو جین به کسی نمیفروشیم. حالا یه چیزی بهش میگم
پولم کجا بود شیشتا بخرم؟ آبدار برداشتم که باب دندونت باشه. مهمون منی. چی؟ عرض کردم مهمون منی. نزدیک بود یه چیزی بهت بگم. اگر از اون گفتی تو شد جای پدر منی. خدا انشالله دلتو. خیلی معذرت میخوام. اجازه بدی رد چی؟ آقا تا بذار یه برچه آقا رد چی؟ بفرمایید. چی حساب؟ ها؟ یه سیخته؟ ها؟ دو سیخ جگر داشتی؟ قربان دسته. خدا حافظ. خدا نگهدار. نه. بار اونم تموم شد. اینم شوه شاگرده ما. یا آخه جونم آخه بابا داشتی اصلا ما چی شد؟ هجده داده شد اجازه بده من بزنم تو جور نکن تاکیه نهره خدا حافظ شما خدا حافظ قربان شما خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ آقا جون خدا حافظ آقا جون قربان شما داشتم اصلا من چی شد؟ هشت دانه دوزار بیا جون قربان دست شما خدا نگهدار. حساب ما چقدر شد؟ نه تو من 6000 آقازا. من بیشتر هم خوردم. بله. ماشاءالله. ماشاءالله. خدا خدا نگهدار. خدا نگهدار. حساب ما. جان. یالا خدا شما. قربان شما. گلی بیا این مشتری ها رفتن. ببینم دو تا هست. ها؟ بعدیش قرمون نتش اون هفته برات دست گرفت امروز تمومش کرد چرا اینقدر چشماتو میمالی؟ نمیدونم چی رفته توش چیه؟ بیا بی ببینم چی رفته تو چشمت من چشمم درست نمیبینه داداشی بی یه فوتو چشم گلی بکن ببین چیه ساعتو بلا کن بینم همینه؟ آره در مدا؟ نه نه در مد؟ نه یه ذره چشات هم بذار هر چی رفته باشه خودش در میاد داداشی داداشی جیگرمگر داری؟ نه تموم شده ببینم داداشی جیگرمگر تو دستگاه هست نه فردا دل و قلبه چی؟ تموم شد خیلی خواست گلی جون برو چایی رو دم کن خیلی خواست ببین پسر جون بیا حرف خالتو بشنو تا من هستم بذار یه سر و سامونی به زندگیت بدم گلی هم که تو رو دوست داره خاله این پنور از گوشت بیرون کن این گدابازی ها به ریخت من نمیاد ای بنده ناشکر خدا مشتی بعد دنبلان داری؟ نه قربون تموم شده نداری؟ نه خیر آجی چون قسمت نبود از بس مسمس کرد خب دیگه برو حالا بریم یه جای دیگه جیونی خیلی خوب بریم ایش. دیدی اگه اینطوری شد چه بهتر بله چه یا دختر تو هم مثل خودم بدبخت کنم ناشکری نکن مادر یه لقمه نون در میری با صدق و صفا با هم دیگه میخوری هرچی هم که منو گلی داریم مال توست خاله این صحبت رو هر شب میکنی منم که میشناسی با این یه شیسا خودم رو گول نمیزنم خب من رفتم سر کاسبی دویوم خدا نگهدار یا هو خدا بریم با امید خدا خدا نگهدار گلی پسر خاله چایی رو دم کردم ندارم میخواستم جاکت رو بپوشی ببینم اندازت هست آخر شب بودی ای بنده اینا شکر خدا ای بینا دیگه آها همون درشی لایقتونه که اعتنای سگم بهتون نمیکنه ای فضمن که این خانه گلی رو دوست دارم سم باز پسر خالت رفت و تو پیدات شد خیکی خیال کردی ازش میترسم دلم نمیخواد ریختشو ببینم فقط دلم به حال دختر خالم میسوزه که تو به این پسر خالش نمیدی میخوای به اون پسر خاله زشت لاغر مردنی یا بدترکیب بی ریختش بدی خالی اون پسر خالشو بیشتر دوست داره من تاکسی خالی خالی مهکلش میارده من زن تاکسیت که نمیخوام بشم کی گفت که زن تاکسیم بشی؟ الان خبر دارین کجا رفت؟ معلومه میره دنبال کار که پول بیشتر گیر بیاره و زندگی بهتری درست کنه خیلی
خیلی کاش ما بریم بابا. شما را حالو گیر آورده، خیلی حالو گیر آورده. اگه ما چشا گرفتم که بهتون ثابت میکنم سر کار کاسبی میره یا میره دنبال حلواتی. آقا، چرخ آقا تو پنچره، چی شده؟ هیچی، مثل اینکه لاستیک ماشینتون باد نداره. من میبینم ماشین قیقاجی میده. بیا تا من میرم چیز میز بخرم، زاپاسو در بیار چرخشو عوض. چرخ کن. زود بر میگردم آقا. بله. باد کنن که بی بی بدرک چشم حسود و دقلک بدرکه. باد کنک بدرکه، باد کنک، باد کنک بی بی بدرک چشم حسود و دقلک بدرکه، باد کنک بدرکه، باد کنک بالون هوایی دارم. داداشی، نمیخوای کمکت کنم؟ اگه عشقته یالا، قرمه صفای هرچی مرده، دست هم از جرقه آتیش توهل زده. بده من. اینو بزرون. داشت ازا یه چیزی ازت بپرسم دلخور نمیشی؟ نه بگو. میگن تو یه روزگاری بیابروی داشتی، پس چطور شد که باد کنک فروش شدم؟ خلاصش اینه که گیره یه شریک ناتو افتادم، تموم دار و ندارم و بالا کشیم. خب بخواستی تو بالا کشی. آخه مال حروم از جلوی من پایین نمیره. حالا که از جلوی حروم پایین رفته، اون رو دیگه خدا عالمه. خدا برسون یه جان خانی اسکناس تا به این حالی کنم که حروم و حلال یعنی چه. بیا داداشی، بیا اینا رو بگی بزن تو ماشین. چشم قربون. حالا باد کنکم میفوشی؟ نه، اینا مال این رفیقمه. رفیقت؟ خودش تنها صاحب حسابه. این یارون برای تو باره کشیده؟ خودشه. باد کنک بی بی بسون دقلک بهترک، باد کنک بالون هوایی دار، سیپلن آلمانی دار. خدا تو عزیز خونا رو برو بکنم، سوزن و سومه کرد دو سومت سوزن رو کن، گرگ اومد میشه رو کن، سومت دومت رو کرد کاری رو باچه یه باکو برسید. داداشی امشب پول خورد ندارم. اسکن هم قبول میکنی قربون؟ اسکناس ریزم ندارم. درشتش هم قبول میکنی قربون؟ چطور میشه یه شب ما مثل شما راحت و بیخیال زندگی کنیم؟ مثل ما راحت و بیخیال؟ آره دیگه، چقدر هر شب بگیم دل داریم، قلوه داریم، زهر مار داریم. نفهمیدم، خیلی آرزو داری یه شب جای من باشی؟ آره والا. اما کون شانس که ما هم تو پر دون قلط بزنیم. زیادم حسرت نخور، بیا بالا.
بیا بالا تا تو هم امشب پا به پای من ورجی. بیا بالا. چقدر به پوزیکسیون ما میاد. مثل این که اینا با هم سر سری دارن. معطل نکن. منم آرزو دارم که یه شب با مثل تو آدمی سر کنم. چون منم حسرت زندگی تو رو میخورم. برو بالا. پس ما اجازه. کجا رفتن؟ باید تحقیمش بودن. خونتون هم اینجاست آقا؟ اینجا بیم با جویم بگیر ببر بایی. چشم منم علمی. چشم بده من جدم. هر سلام آقا. سلام خانم. هم بله آقا، دوره قمار دارم. باشم قمار باشم. بیا تو بریم جنم. آقا آقا به هیس خریدین و کیس آزادمون کنین. بذاریم بریم به زندگیمون برسیم. نه جانم بیا تو. خوشگلیه. اینو اگر زندگی نمون جیگر میشه. سغرا بچه ها نیستن؟ چرا، آقا سوسن خانم با چند تا از دوستاش پارتی دارن و الان هم دستور قهوه دارن. برو چراغ دفتر منو روشن کن بودو. چشم آقا. به 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 زندگی رو برم. سنگ مرمرا و پله ها رو انجیبم. به به فرشا رو. نمیدونم واسه یه همچین زندگی. خیادم گل از گلش باز میشه. آجوراشو مثل آیده میمونه. چوبیده واسه این که آدم روش جیر دل قلبه خورد کنه. دیگه فرمایشی نداری؟ جنب همو محاضر کن. چشم. کجا؟ هنو حرفم تموم نشده. ببخش. دوست من میخواد هموم بگیره. آقا. آقا پیرن و زیرشلواری و همه چی، یعنی همه چی واسه اش بذار. واسه آقا. آره واسه آقا. امشب میخوام پا بزنم جای پای آقا. جای پای من. پا به پای آقاد ورک. پا به پای. بیا جونم وقتی تو با این چیزا تلف. او یادتر زندگی رو را بیا تو دفتر تا حاج شد. پناه بر خدا. باز مثل اینکه آقا دو تا گلاس زیادی زد. بیا بشین تا هموم حاضر بشه. دفتر رو برم. ناراحت نباشی. امشب شانست زده. اما نمیدونم چرا خودم از این زندگی مجلل و بی نظیر کیف نمی کنم. لذت نمی برم. آقا شما حالا چرا نمیشینی؟ آقای جازه بلند شو بشین رو ما. جون شما اینجا خوبه. آخه لباس های ما اینجا کثیف میکنه. قالی زری هزار تومن. این جونم خودم. میدونی چرا من از این زندگی لذت میبرم؟ ببخشید معذرت میخوام. بله علیک السلام. چیکار کردی؟ چی؟ قبول نمیکنه؟ این دیگه از دوزی هم بالاتره. چه روزگاری شده آدم منشی بیاره آدمش بکنه اون وقت بره اسرار منو به دارایی فاش کنه. چطور عصبانی نشم؟ این پسر خون منو به شیشه کشیده. خب یه سفته بهش میدادی. چقدر هست؟ 1,700,000 تومن. 1,700,000 تومن؟
چند خورد میکنه؟ چی میگی همو؟ هر یه روز شیش شیش خورد کردم. من نمیفهمم چطور این بولا گلشون پایین میره. چاره چیه؟ آبرون میره. صبح بیار امضا میکنم. به کلی نشر از سرم پرو. انشالله تو هم به روزگار ما میفتی. میمیرم واسه یه همچی زندگی ها. 700,000 1,000,000 رقم ما از ستان هشتان بالا نرفته. خدا انشالله تو هم گرفتار رقم های 1,000,000 بکنه. همین همین. اما مثل شما ببخشید. الو؟ بله. ها؟ تویی؟ بگو. چطور؟ کی دبه در آورده؟ مگه شهر هرده؟ زمینش رو این روزا به این قیمت نمیدن. نگاه کن. برو محضر خونه رو گرو بذار. تو من هر قد که بدن سخت داره. گوشی دستت باشه، گوشی رو داشته باش. بله. آقا. باور کن من خودم به فکر شما هستم. حق داری. چش چش. شما یه هفته، فقط یه هفته دیگه مهلت بدین. بعد 70,000 تومن پولی نیست. جنم خدا شاهده این روزا پول تو دست بالم نیست. ببخش. الو آقا هردارتشون بنده، پولمونم خبر نیست. خوش مدی. ردش کردم. آقا شما این هفته رو هم صبر کنین. اگه تا آخر هفته درست کردم چکو ببرید بذارید باین. خدا سایه شما رو از سر ما فقیر فقرا کم نکنه. فقیر فقرا سایتون کم نشه. قربانشون. آقای پرهیزگار بود. گفتم یه هفته دیگه صبر کنه. از کجا؟ از سر قبر بابام؟ تو حالا اونجا رو گرا بذار. اگه نشد من اصلا میزنم زیرش. رسید که همه نداره. میخوای این خونه که توش نشستم گرا بذار. چرا مزخرف میگی؟ همش که مال خانوم نیست. صدایش به اسم اونه. غلط کرده. مجبور میشم اینجا رو آتیش بزنم. برم کن. داره قلبم میگیره. جهنم. ناراحت نباشی؟ نه ناراحت نیستم. میخواین کسی رو صدا بزنم؟ نه ناراحت نباش. اگه پول مون لازم دارین یه 10,000-15,000 تو توسط ما پیدا میشه. روی دراسی نکنی. نه بابا. ویتارا هموم حاضره. بسیار خوب. تا هموم گرم بشه بیا یه دومی به خمره بزنیم. از عرق کشمش اینجا هست تا ویسکی و شامپاین. هر چی دلت بخواد میتونی بخوری. باشه. امشب میخوام یه قلنده سیم آخر. هرچی باد آباد. باشه جونم. باشه یه ویسکی حسابی با هم بزنیم. بی زحمت این گلدون رو بذارش اونجا. جک خود رو جونم بود. قربت برم ما جنبه این توچیزا رو نداریم. نه تو بمیری. خدا دعا تو مستجاب کرده. چاره ای هم نداری. بیشیم بابا جو. ویسکی همون عرق فرنگیه دیگه نه؟ جانم اشتباه میکنی. ویسکی مشروب عالیه. اما ویسکی به مجاز ما نمیسازه ها. چرا؟ ما اگه گاگوداری دومی هم به خمره بزنیم از همون عرق سگی خودمون میخوریم. نه امشب حتما باید ویسکی بزنی تا سنگ تموم خوش باشی. سلامتی دارم. فدای تو. صفای تو. فدای تو. بیا باشه سودا بریم. خالی خوردم. از دو که زبونم تا حقه این آفت زوختم. نه بخون بابا. بیا یه خود از این بذار دهنه. اما خودتو با اینا سیر نکنی ها. چون امشب تا صبح آخه خیلی کار داری. اینا خوراکیه؟ پس نه پوشاکیه. بیا چیکار می‌کنی؟ برو بالا.
همینجا بایستدم کجا برم الان؟ ویسکی رو برو بالا. بزر احمدی قرمون تو، صفای تو، فنای تو اینجا جانت باشه. بیا جانم یه خود از این بزر دهن قرمون تو. تازه داری آدم میشی، حالا باید بشینیم با هم دو به دو. تو برو من بیام، تو برو من بیام. ما یکی هم زورکی انداختیم بالا، مثل که امشب خیال داره کلک بارو بکنی ها. نه بابا، خیال دارم امشب رو با مشتداشی جونم خوش باشیم، گل بگیم و گل بشنویم. مگه آرزوی زندگی منو نداشتی؟ درسته. قربون هرچی آدم با معرفته. قربون آقای گل، گل گلا. پس شما چرا چیزی میل نمی کنی؟ آخه من حالا اشتها ندارم. خب اینم از خاطر تو. به سلامتی شما یکی هم میزنیم و از سلام باقی بقایت جانم فدایت. سلامتی ننم، وفای تو، صفای تو، فنای تو. همون گرمه ها؟ بسیار خوب. داداشی پاشو برو هموم، سرتن تو خوب بشور، لباساتم عوض کن. امشب باید به زودایی که حضرت جورو میخونی شیک و بیگ باشی. نیگه مطرش بارم اومد. جوخی کردم. ببینم لباس بسش گشتی؟ بله. بسیار خوب، یه جب کفشی هم واسهش ببینم با جب. به نظرم خوبه. آره به پاش میخوره. اون کفشی هم واسهش بذار. چه؟ بلنشو زودتر برو همون خواهی تو آماده کن. لنگ هم ببرم. بریم بابا، بریم همون نشورم بدیم. کاش که من جای تو بودم، تن سالم، دل خوش. سالها بود که اینطوری نخندیده بودم. بفرمایی سرتن تو که خوب شستی لباسات عوض کن. اگه کاری داشتی زنگ بزن، وانم پر کردم. وان؟ بله وان. وان؟ آره دیگه، یا نصیب و یا قسمت. خدا قرامت کار ما زلمان ها رو به خیر کنیم. با اجازه هم شیره. یک همون بیسان چل توتون چل پنجل همون چیسته تون چل پنجل همی جنگ بیان چلوزی، نه خزینه یه چلوزشو نماردیم و چلوز دارارم دیدیم. موش بیافته توش خفه نمیشه. خب، این که دستشوریه میدونم. اینم، این گمونم که تاسفرنگیه. اما نه، این دستشوری بچه هاشونه که قدرشون به اون بلنده نمیرسه. آره این زنجیل هم واسه اینه که دستشونو بگیرن بهش که نیافتن. چه کار میکنی؟ احلم آب کرد. این کالوز هم که پله نداره. چطوره یه پشتک و بارو کارشو بکنن؟ اما نه، جا نداره. یه ملائکه میزنم، ملائکه بهتره. سوختم،
سوختم. استاد و استاد بابا این چاله وزتون کارش بسه آتیش میمونه. شیر آب سرد و بکن میره دست رسیده. همه چیشون ازیاد تفریده. استاد، زن استاد بابا خوش بیا، نخواستم گفت زن بزن. این هم زن، این چه جون حقومیه بابا با این کلید و با این زنگ دوره. استاد، زن استاد ایشی نیست بابا، باش بیار خوش با قدیفه. چیه؟ چرا داد میزنی؟ خوش کی بیار میلی بابا آبزرشکم بره سر بینه. حالو قدیفه تو رخ کنه، آبزرشکم نداری ساقا؟ بله آقام تحفه با آورده خونه، مثل اینکه گاهگاهی میزنه به سره. خب کاملا واجبش باش، سر وضعشو درست کن، کرواتم براش بزن. ایشیش پهلش کن بابا. پوشیدی؟ آره، اما این کلوات ما لمشو بلد نیستی بزنی. سرت دوله کن تا درستش کنم. ناخونه دفتی گرم خفم کردی؟ نمیشی. به به مغور ریختی بگه کردم. اینا چیه؟ این جهازیمه، رفت کنامه. جهازیته؟ آره. بفرمه این آقا منتظرش. بریم چیکار کنم؟ پول کنیست، نمیتونم خودم رو بکشم. به جهنم. عجب مردمونی هست، نمیزنن آدم به کار زندگیش برسه. بیا بگی باره درستش کن. یلا با اجازه، لطف سرخو کم نشه. سایه یاله مسلم. ببخشید. مرسی. خوب باره دیگه زلالی کم نشه. عافیت باشه داداشی، سلامت باشید. هموم خوش گذر. نه از همومتون زیاد خوشم نیمد، نه چلوز داشت نه خزینه. یاد خزینه هموم قیصریه به خیر. یاره کی بود؟ میرزمه. دو سره بار میکنه، هم از توبره میخوره هم از آخور. بزنمش. نه نمیزنمش. خودی گرم که زیر نمیزنه. ایشگی رو بزنه. آها درسته، بزنمتی منم. بخون جونم نیش جونت بخون. همون کلافم کرد. من امشب میخوام به هوای تو خوش باشم. به هوای من؟ آره. ببینم راستی تو خونه زندگی منو دیدی؟ نه فقط همون تو دیدم که چالواز نداره. با پس بیا بریم تماشا کن. بریم. این چیه کجا میبری؟ رخ چرکامه، باید همرام باشی. خیلی خوب باش، بیا تماشا کن. شهر شهر فرنگه، از همه رنگه. چیزایی نشونت بدم که حز کنی. بیا بالا. بیا بیا خدا. آخ پله ها رو بزم، میمیرم از این پله ها، میمیرم. داداشی، داداشی، بیا بالا. نه بیا جونم. کیف کردم. بیا اینجا اتاق خانوممه، گمون میکنم با دوستانش دوره قمار داره. آها برو تماشا کنم. پلای در تماشا کنم. یواش موجه با چیپ، خوبه؟ خوبه. امشب شانس از ما فرار کرده. تا صبح خیلی راهه. به سلامتی نوش. اون خانومه که همچین چیزه کیه؟
همسر بنده است. همسر؟ همسر. همسر که همون عیال باشه؟ آره عیالمه. دیدی عجب بساطیه. اینجا رو رخ مردشو این شانس ببره. نمیاد، نمیاد دیگه. دست خوش داره. بیا جونم همش مالته. دی شوفره دی. آره دارم دیوونه میشم. بیا بیا سر صدا نکن. بوله یکی بده تو گوشش. این حیالی بی قباحتو نمیتونم. زهر طلاق بده. سه دنگ خونه و املاکم به اسم اونه. دو تا چک سفید مار ازم داره. ای بابا از دست کارهای تو قلبم میگیره. ناراحت نشو. امشب رو میخواییم کیف کنی. تو باید پا به پای من ورجی. درسته. حق با توه. حالا بیا بریم بالا دوستای دخترم رو ببین. مثل این که یه خبرهایی هم اینجا هست. نه اینجا اتاق پسرمه. او آخر شبا میاد. اما مثل این که یه صدایی از دو اتاق میاد. نه خیال میکنی. خیال چیه؟ دارن داده بیداد میکنن. بذار تماشا کنم. دارم میگم نه مگه میشه؟ آخه چرا؟ کی همچین معامله کرده که من بکنم؟ آخه بی انصاف 5,000 تومان به 15,000 تومان. اینجا موضوع 15,000 و 10,000 که تو با میرزا داره معامله میکنه. از این معامله ها تو این خونه زیاد میکنه. مزبینم یارو خیلی زرنگه. گفتی میرزاته؟ آره هم میرزامه هم برادر زنم. هم چکا و سفته های منو زیر رو میکنه، هم به پسرم پول نزول میده. از اون تفخت هاست. منو ببین که 80,000 تومان پول زبون بسته رو دارم میدم به دست تو. چند وقته میدی؟ با کدوم گرویی حرفا میزنی؟ 80,000 تومان جونم کم پولی نی؟ کدوم 80,000 تومان؟ تازه با این 5 تایی که بدی میشه 40 تا. آخه چند وقته؟ چند وقته؟ اون دیگه بسته به پیش آمد. اومدیم و خدای نخواسته پدرت به این زودیا نمرد. ها؟ خب اون وقت تکلیف من چیه؟ بالاخره عمر نوح که نداره، اونم با این وضع مزاجش. آخه من که ضامن خیر شرش نیستم. هی هی جبلی قم 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 جبلی هی هی. آخه جانم منم زندگی دارم. تازه اگه همینطوری هم از بین نره راهای دیگه هم هست که زودتر به پولاش برسه. نه همینقدر که به موعد مرگ پدرم از من سفته میگیری بسه. دیگه دست منو به جنایت آلوده نکن. هوای خودتو داشته باش. خیلی هوا پسه. مهل خودت. پالتوی پوست پروینو کی میخره؟ اون جریان بدبختی تو از کجا میاری؟ تنگه قمار تو که میشکنه. امضا کن. کی شدی؟ کیه؟ امضا کن. سفته به تاریخ مرگ بابا. هر نزولخور احمقی به کار من میخنده. تو فهمیدی؟ یکی به 10 تا. میدونم تازگی نداره. یکی به دهده که بعد از مرگ من از ارثیه‌اش بده. عجب زندگی قراشی میشینه این شما. اما منم به این سادگی ها نمیشینم. وکیل گرفتم شاید تموم داراییمو از زنم پس بگیرم. این بچه های نااهلم هم از ارث محرومشون. حق بشونه. حرمت پدر مادری هم خوب کشه بابا. یاد گیره جمله این شخ نفایی فنایی فنایی داداشی سرمشی که بچه دوره دارم. دوره؟ دوره دیگه. دوره از کجا تماشا کنی؟
بگیر. چیزی پیدا نیست، مثل اینکه دارن جفتک چارکش بازی میکنن. بذار از اینجا تماشا کنم. از اینجا هم درست نمیشه تماشا کرد. خره خر تو خره. خیلی شلوغ پلوغه. حیف که نمیشه خوب سیاحت کرد. برو بالای صندلی تماشا کن. هر اینجا خوبه. امشب شانس با اون یارو پیره مرده بود. بر من بد نبود. بچه ها ویسکی، ویسکی بیرو تو بیرو بخوری. بچه ها دست کارت بیرو. منم بخورم. بیرو منم بخورم. قهوه با ویسکی جیون هم بچه بیم بخوریم. خوب باشه، خوب باشه. قهوه با ویسکی با خورما. بچه ها به سلامتی بابای سلطان. بچه بابای سلطان به مال مفرسیدی علاج کن خود را. آره همش به سلامتی دو میخورن. آره از بس به سلامتی من خوردن زخم معده گرفتم. دخترته؟ آره. خدا حفظش کنه، میوه رسیده ایه. درس و مشقش هم خوبه. آره 3 سال پشت سر هم رفوزه شده، بالاخره هم زدن هم مدرسه بیرونش کرد. اما مثل این که از این رشته همچین دیپلومه. این هم فقط منتظر من سرمو بذارم زمین. من فکر میکنم تو واسه خاطر اون شریک تو اومدی و نسازی. تو امشب قرار بود پا به پای من ورجی و با هم خوش باشی. بی بریم یه ساعتی هم تو کاباره بشینیم و قلم به خودمون برسی. آره باشه. آتیش گورو بری. آی اون شب که بارون اومد یارم سر بوم اومد. میبینیش؟ اون یارو کیه؟ چه میدونم؟ حتما یه کاسه ای زیر نیم کاسهشون هست. و الا داداشی با اون چی کار داره؟ این لباسه باید چی بهش داده؟ کجا میبرتش؟ ای مثل مسا میمونه. بیا بره جونم. بریم. بیا جونم. بریم. پناه بر خدا دارم گیج میشم. سوار شدم. بالاخره امشب ماچشو میگیرم. وقتی میگم این پسره به درد شما نمیخوره باورتون نمیاد. او چی کار میکنی؟ وقتی ماشین میخواد حرکت کنه باید شیشهشو پاک کرد. وقتی ماشین وای میسته فقط در بالا بردن شیشه و بستن در کمک باید کرد. ماده 3 از آیین نامه ماشین به پاس. حالا بی خودی شیشهشو پاک کن. این رفیق من خیلی شوخه. می بریم. باید یاد بگیره. داداشی اینجا منو میشناسن. باید خیلی منظم و مرتب باشی. انگار نه انگار که مشت داداشی. خلاصه باید آبروی منو حفظ کنی. خوشیه که با 7000 سر تاشم بیا. اون که پولی نداره. یاره چطور؟ حتما قرض پای اونه.
حالا چرا خدا میدونه. میخوای چی بگی؟ هیچی، اوناش دیگه به من مربوطه. تو هم که همش سنگ خودتو به سینه بزن. برزای من نمیتونی بخوری، هر کی میخوری سفارش بده. بله، از قضای شما ما مسلمن هم نباید بخوریم. حالا چی دارن؟ بیف استروگانوف، شنیتسل، اسکالوب، جوجه کباب، ماهی کباب، جیگو، راگو، جیگر و دلقلبه مر. میدونی چیه؟ غیر از جیگر و دلقلبه، چون اسم جیگر دلقلبه که میادن حال هم به هم میخوره. بگو از تمام خوراکی دیگه یکی نیم باز واسم بیارم، چون میخوام دیگه چیزی نمونه که امشب نخورده باشم. از تمام غذاها؟ از تمام خوراکا به استثنای جیگر دل قلوه یکی یه مقداری براش بیاری. بله بله، برای خودم سوا سفارش بدا. چی میفرمی؟ غذای مخصوص منم برده. اطاعت میشه مولوان. غذای مخصوص؟ مشروب؟ راستی مشروب چی میخوری؟ از دم یکی یه گیلاس بگو بیاره ببینم اینایی که شما میخورین چه مزه‌ایه. شب دلم میخواد چیزی نیست، تو میبیشین این بر من میشینم اون بر جای تو. چرا؟ مگه اون صندلی ساس داره؟ نه آخه اون یارو که الان میاد میشینه او از من طلبکاره، از اون بیچه که دهنام هست. اونه؟ آره همونه خودش. بیا کجا بیشینه؟ آه طلب کاره چی شد؟ رفت اون رفت رفت خوبر هم داره شکرفداری شدیم آه او قذرم آوردم
غذای مخصوص خودت. مرسی. غذای مخصوص و این که نون سوخته همینم بتونم بخورم خیلی کار. غذای من از اینا نه. آه نه این مرمانه اینجا شامیه. من که هم ناگو ماگو حسش رو عوض میکنم. من الا همونه شما که از اینو ملن نه گیل دارم بجا مشروع عجب زندگی شما داریم. تو جمعش قرص و گرد میخوری بکنم غذا بخوری. من به خوردن تو حسرت بیم. خوردم بخور. من محرومم. محرومی؟ آره آخه من زخم معده دارم، مرض قند دارم، فشار خون دارم، هزار درد بیدرمون روحی دیگه دارم. جز یه خورده نون سوخته نمیتونم غذای دیگه ای بخورم. دکتر قدقن کرد. ای داد بر من، با این همه پول و دم و دستگاه اون وقت نمیتونی غیر از نون سوخته چیز دیگه ای بخوری؟ این مشروبم برام قدقنه، از زهر برام بدتره، از هرسم میخورم، دردم و تسکین میده اما خودم رو زودتر از بین میبره. بنازم خدا رو با اون قدرتش بازم مال خودش از جلوش پایین نره. بخور جونه. به دلم نمیشین. میگم بخور. چرا به دلم نمیشین؟ بخور جونه. آخه من به این زندگی عادت کردم. پس به سلامتی تو خدا شفاعت بده که تو اقلن پا به پای من برجی. صفای تو، وفای تو، فدای تو، بنای تو، نوکرتم، چاکرتم، مسترتم، اردناستم، گمایدستم، مغبونتم، زرایدارتم. از خدا میخوام که تموم ثروتم رو ازم بگیره اما تنم رو سالم بکنم، زن و بچم رو عهد بکنم، اونا رو به من مهربون کنم. ای بابا، اومدم خونه خاله، دلم واشه بدتر پکرم کرد، از خونه درم کرد، پاک دست به درم کرد. این حرفا چیه؟ جوجه تو بخور. آه، الان کارشو میسازم. اوه، چی کار داری میکنی؟ چی؟ با کارد و چنگال بخور. بعده آخه من با کارد و چنگال عادت ندارم. میخوای بگم یکی دیگه واسد بیاری؟ نه نمیخوام. اصلا جوجو بانه به ما نمیمده. نه نمیخوام. نهدرت میخوام. بخوریم سلام. بخور جین. بخور نوشید. بخور جین. وفای تو اب نداره. صفای تو برو از خود باقایی. فرای تو برو خود باقایی. مسئلت خواستم اشکال بخور جین. نه بسایی بخور جونم. چرا نمیخوری؟ خب تا تو اینجا نشستی من میرم و برمیگرم. Thank you.
فلک زده این دل زفراغت، من به قربون تو و این قبای پروار و چاغت، با همه ناز و عدد مخلصتم چاکرتم من، مخلص و چاکر اون عطفار و ناز و قردم من. نظری کن زرفایی که دلت سخته و سنگه، تو شراب هم منی عاشق تو اگر دبنگه. عاشقم 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 وای وای، من تر دل بر شده هم صاف زاده غم وای وای، بیا دلم کباب نکن بساتم و خراب نکن، سر ما نزن داد داد واسه ما نکن باد باد، دشمن نکن شاد شاد. ببخشید مذرت رحمی جگر جون، سینم پراتیشه دلم ز دوری داره کباب میشه، اگر که دیدی یادش بویه کز بدون که قلبم میدوزه جز و جز، سر ما نزن داد داد واس ما نکن باد باد، دشمن نکن شاد شاد. متشکرم. بیا جونم. متشکرم. باشم. خدا حرمت چقدر؟ بیا دیگه داداشی، بسه. مرسی. بیا جوارم. متشکرم. کلای من احمده. متشکرم خدا. نداشتی با کلا برم تو سرم باک چایید. آخه از همه اومده بودم. سلام آقای. سلام. بفرم. بیا جوارم. بیا. مرسی. او اومدم برم صداش کنم. نه بابا بس، بریم کجا میرن؟ امشب من باید به شما صحبت کنم که این پسره با این دزبوزا هم درسه. آه رفتن سوار بشم. اجازه بدن قربون، اجازه بفرم. من پول همراهم ندارم، شما پول خود دارید. برای چی میخوای؟ میخوام 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 امشب من پول به ماشین به پا بدم. بیا مرسی. بیم بر چهش قربون. در بابا شیشه رو بکش. چهش قربون. در بابا چهش قربون. نه قربون که اسم من داداشی. شما قربون میدیبینم.
لانگ نمش کمه ها. لانگ باید دونم باشه که ماشین خط نندازه. ماده 5 از اساسنامه ماشین به پاها. شما و تمام فوتوپند کار ما باردی نه. آخه من خودم هم ماهی سر پولشو بده میخواییم بریم. بیا شب بخیر همکار گرامی. شب بخیر. شب بخیر قربون. شب بخیر. شب بخیر. رفت برو 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 دیگه برو دیگه. تو میگه کجا میرن؟ یا میرن دوزی یا اینکه میرن دوزی. هرچه عجب سرمایی خوردم. بی خود رفتم همون به سرخونه. در رو ببن بیا. چشم ده بیا. هیچ معلوم از ما رو کجا میخواه ببرید؟ فکر میکنی اینجا کجاست؟ خونه رئیس دوزا. یکی از دوزا باج نهده آوردن استنتاقش کنه. اوه پناه بر خدا. بله بالاخره نفهمیم ما رو کجا میبری. من تلافی تموم ناراحتیام و اینجا در میارم. هرچی دور و بریام به من نارو میزنن این زن به من وفاداره. پس تو دوتا زن داری؟ نه زنم نیست. همینطوری با هم زندگی میکنی. آخه تو قباله زنم نوشته که اگه روی اون زن بگیرم 500,000 تومن دادنی باشم. بح بابا تو که همه ور زندگی رشکل داره. کروات تو صف کن. شلوارت هم بکش بالا. داره از باد میفته. شیدر خیلی دوست داره. زن با صفتیه. میگه در دنیا فقط تو رو دوست دارم و بر. فقط در دنیا تو رو دوست دارم و بر. پس اون یارو پیر مرد پول داره چطور؟ البته خر سواریمونم باید دوست داشته باشم، چون هرچی از اون پیر مرد در میارم خرج تو میکنم. مثل اینکه صدای زنگ میاد. اتی جواب میده. ما دیگه فکر نمی کردیم که شما تشریف بیاریم. خانم خوابیده؟ نه هنوز منتظر شماست. ای وای خدا مرگم بده. آقا جون پیش گازو باز گذاشتم. ببخشید آقا جون. چه زنگ با مزهیه. بابی بابی بابی. اسمش بابیه. میا بابی. من بیان باید یه فکری کنم. نمیدونم بیتی چی کار کنم. خانم دارم میان. چی میدونم باید چی کار کنم؟ آه ایتی آقا میتونی از این پنجره بپری پایین؟ دختر من مرشا تالواجم که اگه برم پایین بامیستم اینجا تا بیان بزنمش. میخوای من از اون خوردم بندازی؟ بیم بریم توی کمون. نه نه فرق رو من این برزه ما کجا برم؟ بیرم مون. آه ایتی بیا 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 سلام عروسکم. سلام. سلام ملوسکم من. چرا امشب دیر کردی؟ منتظر این دوستم بودم. معرفی میکنم آقای آقای داداشی گل گل گلا. منم خوشبخت. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی بابا چی کار میکنی؟ من هیچی. من خیال کردم هرکی هرکی بودم یه ماچی هم رو انداخته باشی. یکی کش گاوه. گاوه دیگه رفیق ما یه خورده چشم و گوش بستن. حالا آقا چشم و گوش بسته بفرمین بشینی. بشین جون محبت. بشین داداشی دیگه. ما با این یکی چاق سلامتی نکردیم. بلاخره قسمتی هم باشه این یکی به ما میرسه. شیطونی نکن دیگه. گلم دیگه. گلم عجب دیگه. شیطونی چی سندلی خودم یه خوبه.
ببین قدسی جونم همه چی برامون تهیه دیده. چیزی که هست نمیدونسته که من مهمون دارم. فقط برای من و خودش میشینده. دو تا گیلان، دو تا هم بشقاب. آره جونی، اتیت برای آقام یه گیلاس و یه بشقاب بیار. امشب باید خیلی خوش بگذرونی. میخوری جونی؟ مریض بریز، امشب میخوام به سلامتی رفیق خودم بخورم. بیا داداشی جونم بخور. نه بخور، اتی داره واسه من گیلاس میاد. قربون دست پنجه شما میری. بفرمایی. قربون دست پنجه شما. به سلامتی. به سلامتی. وفای تو، صفای تو، فنای تو، جفایی تو، اردوناستا، باغبونتا، مسترتا، گماشتتا، شاکرتا، خونشاگرتا. این رفیق چقدر با مزه است. مزه از خودتونه گلاب شکر. امشب میخوام مثل بعضی هم چین بدنم به سیم آخر. خب میخورم به سلامتی. داداشی، داداشی معروف به جیگر دل قلبه. داداشی گل، جیگر، دل، طلا، جواهر. خب، صفای تو، مفای تو، فدای تو، فنای تو. شما ها چاییدین؟ آره. من هم چاییدم. اما عیب نداره. قربون تو هم میرم راحت الالقون. گلاب شکر. میمیرم و قش میکنم واسد. پنگریز و فرش میکنم واسد. قربون شکل ماهه. اون قد و اون نگاهه. خدا منو قربونت کنه عزیز جون. بسیر که چشمونت کنه مامان جون. عزیز جون. عزیز جون. یعنی میگیونه؟ فکر نمی کنم. چرا دیگه خودشه؟ آخر شبا میره تو خونه ها میرقصه. وای بیا بریم بالا خونه دایه دایه جون دایه دایه. اونجا که بلبل میخونه دایه دایه جون دایه دایه. دایه جون چی کارت کردن؟ گل بودی تو خارت کردن. دایه جون چی کارت کردن؟ گل بودی تو مثل اینکه خیلی خوردم. ششام داره سیاهی میره. داداشی جون اگه ناراحتی میخوای هشلم بری؟ نه باید یه گیلاس دیگه بزنیم بعد غزل خداحافظی رو بخونیم. خیلی خوب. راستی اهل غزل هستی؟ بعدی ما نمیاد میل داری یه غزل مهمونتون میکنم. جونم چه بداره؟ خونه خودتی. سبر اومد. نه نه من چاییدم جون شما. خور گرز ویران آشیانی یاد می شود بد نمی شود اما یا دل بی خانه مانی شاد می شود بد نمی شود گنج در ویرانه پنهان داشتم سودی نبخشد گر از او ویرانه آباد می شد بد نمی شد محبوب من اما آه
مشروب کمتر بخور برای همینه. نه موضوع مشروب نیست خانم، شما پا کم نداریم. آقا شما خستین، بفرمین اون اتاق استراحت کنید. نه تو بمیری، موضوع خستگی نیست. آقا پاشیم. چرا؟ بریم. چی شده؟ اینجا اون پاها بقیه هم داره. کدوم؟ آقا بابی رو قدی کشید. آقا کی باشن؟ سورارا اینقدر نبود، بی خود کار بسا رو دادی خورد. سا علیکم السلام. سال دلم من بهتون نشون میکنم. داری بیاریم بفرمیم همینجا. حالا برای من وکیل میگیره که دارایشو به اسم خودش کنه. خود من به اسم میکنه. حالا حالیش میکنم. همین الان باید تکلیف دفترهای من معلوم بشه. چه خراب شده ایه؟ حالا میری تو معلوم میشه. غیر از من هیچ کس خبر نداره. تو که اینجا رو بلد بودی اصلا میدونی کجا. چه خبر خانم، با کی کار داری؟ برو کنار. آخه اجازه بده خبر بدم. برو کنار. کجا میری آخه؟ صاحب کنی خبر بدم. برو کنار. با کی کار داری؟ صاحب کنی ببینم. اینا کی بودن؟ اینا هم دستی دوستا. وای خدا مرگی. بابا چی کار میکنی؟ تو شکایت میکنی؟ خودش کنی خودش کنی خودش کنی خودش من از اصلاف میکنی؟ من از اون باشه بالاخره بزن خونه من هم هست، شاید بخوام بکشنش. حقیقت هم خوب چیزیه. بابا مرده شور این مال دنیا رو ببره. اینطور هم دیگه رو نزنین، خدا رو خوش نمیاد. دادشی سرخالی تو چی کار میکنی؟ این کارا رو بکنی، اونجا رو تماشا کنی، گربا و شغالا رو تماشا کنی که چطور خودشونو به شکل آدم آدم آوردن. بابا پدرتون نکشیدش. شما چه؟ شما مال این خونه هستی؟ نه، طرف ما نیایی.
ما مال این خونه نیستیم. نه اینکه مال این خونه نیستیم، مال دنیای شما هم نیستیم. ما مال یه دنیای دیگه ای هستیم که اسمش دنیای صفا، درستی، محبت، مهربونی و انسونیت. من آرزو داشتم که اقلن یه شب جای شماها باشم، مثل شماها زندگی کنم. خوب شد که به چشم خودم دیدم مورد شور این زندگی بی صفاتونو ببره. همش دورنگی، سوایی، پول، خیانت، جنگ، جداب، پاف. بریم، این خونه جای ما نیست. تاکسیت اینجا هست؟ برای چی میخوای؟ دیر کارت نباشی. بیان صبر کنی، صبر کنی، من لباس ها رو بردارم. این لباس های عالیه تن من رو میخوره. قربون همین لباس ها برم که بوی جیگر دل قلبه میده. تاکسیت کوشونه، بیان باد کنک بی بی به سرک چشم حسود و دقلک. آقا رضا جون، لباس های شریکته، زن و بچهش مثل موریونه خوردنش. قربون خدا